خیلی با انرژی رو شروع کرده باشه. همونطور که میدونین توی ولاگ قبلی من یه دونه بیبی کرم خریدم که قرار بود تستش رو با همدیگه انجام بدیم و خب من اومدم بیس چیزی که به طور روزانه استفاده میکنم و شستشو تونر و بعد از اون ضد آفتاب و بعد از ضد آفتاب یه دونه پرایمر زدم یه کوچولو که حالا پوستم رو صاف و یه دست بکنه و حالا میخوام از این بیبی کرم بزنم که قرار شد یه بار البته زدم ازش ولی نه با این مراحل، خیلی عجله ای بود، تونتون زدم رفتم بیرون و خب دیگه امروز تکمیل زدمش. و اینکه استفاده از این بیبی کرم قراره توی چالشی که امروز قرار راجبش براتون توضیح بدم خیلی کمکمون کنه. حالا در ادامه ببینیم اینقدر که ازش تعریف شنیدم مفید هست یا اینکه نه باید سویش کنم دوباره روی کلینیک. Wanna be with you, but I just 남겨진 향기 가끔 내 방 안을 채워도. 사실 آرایشی دومی که میخوام ازش توضیح بدم راجع به این که اصلا ازش راضی نبودم با توجه به تعریفایی که خیلی شنیده بودم خریدمش و اصلا من که راضی نبودم، حالا نمیتونم شاید بقیه استفاده کردن راضی بودم، برای من اصلا کارساز نبود چون هر وقت میخندم از چشم اشک میاد و فیلواقع من خیلی میخندم و مدام حالا هر جایی که باشم چیز میشه، اصلا تمام زیر چشم سیاه میشه و دوست ندارم مثلا این موضوع رو. چند سالی بود که یا لانکوم استفاده میکردم یا ایسادورا استفاده میکردم، بین این دوتا حالا عوض میکردم، اینو میزدم اونو میزدم، از اونا خیلی بیشتر راضی بودم، مخصوصا ایسادورای نارنجی ضد آبم بود اگه اشتباه نکنم و خب خیلی خوب بود. حالا دیگه مجبورم از این بزنم تا برم ایران، چون ایران ایسادورا دارم دیگه نیازی نیست بخرم، میدونم آیفشو دارم ولی خب دیگه حالا فعلا از این میزنیم. فکر کنم دو ساعت راجبش توضیح دادم، یادم رفت اسمشو بگم، حالا نمیتونم برگردم ویدیو رو نگاه کنم ولی اگر اسمشو نگفتم این ریمل کیکو میلانوه مدل، اگر مدلش رو اشتباه نگم دارکر ماسکارا هستش و یه پکیج برقیه اکلیه قشنگ داره، پکیجش به قشنگی کارایی خودش نیست. بریم این روز رو با این کرم داشته باشیم ببینیم که حالا بعد از یک ساعت بعد از دو ساعت چه اتفاق برش میفته. مطمئنم که انتظار کرم پوچ رو نباید ازش داشته باشم چون که چیزی که تو آینه دارم میبینم پوشانندگی خوبی داره، البته بازم میگم انتظار فول کاور نداشتم ازش و ندارم، ولی خب چیزی که دارم میبینم خوبه، راضیم، بد نیست. البته چیزی که دارم میبینم با چیزی که توی تصویر هست و شما دارین میبینید به خاطر نوری که اینجا هست خیلی متفاوته، به نظر رنگش خیلی برای من طبیعیه دیگه. ارسنگ سوگه تو پنجا که سکری بره جسا تناتیمان یوجانی من مولانا جواجونن تاگاگاتو برگمان نکاچا. خب من آماده شدم میخوام برم بیرون. مامان ورود شکوهمندانه به چیز داشته باش به ویدیو. هلو چقدر نور اینجا خوبه، نگاه کنیم چقدر قشنگ شده، بیا نزدیک اونجا خیلی مشخص نیستی. ما امروز با هم دیگه پرپری شدیم، ما هم ببینیم چقدر قشنگ شده. پرپری شدیم بریم سیتی سنتر دیره. بچه اینجا این کافیه رو با این مسکین کامیده
میده. ولی خیلی خوشمزه است. ترکیب اشتهای قهوه خیلی من شکر نمیزنه. ولی تارا با شکر میزنه. شکر قهوه‌ای. من اصلا شکر سفید روی معده خیلی تاثیر منفی میذاره. نمیدونم. من نه این بسیار خوشمزه باید که میتونه رو شکر نمیزنه. اصلا شروع این ولاگ هم بابت این چالش ده روزه هست. خب؟ یه چالش ده روزه بیننده ها رو چیز ده کن. یه چالش ده روزه میخوام بذارم یه دو ساعت پیاده روی یا ورزش داره 100%. خب؟ تنظیم خواب داره، روتین پوستی تو رعایت میکنی، حسن آب به میزان لازم میخوری، شما میخوابی، ساعت 4 صبح میخوابی. اصلا علتش اینه که احساس کنم کلا سیستمم به هم ریخته. من تکمیلی شد تو خونه نوشتم که چیکار میخوام بکنم چیکار نمیخوام بکنم. بعدن اومدم این چالشو با بچهای یوتیوب در میون بذارم که 100% انجامش بدم. دوربین اذان شماست. بفرمایید دوربین اذان. یه خبر خوش دیگه که بهتم بدم. اسمشو روی زیتون میده، شاید زیتون میده. دو تا چیز برای ما آورد، یکیش اینه، یکیش هم اینه که این که باز این کره احتمالاً اونم کره است. نه من دوستش خوشمان آمد. نمیخوای شکر؟ اردل مامان چای بود، من سوپ، چون من بگیم خواب پستم رو شروع کنم. تینکیو. من تعریف این سوپش رو خیلی شنیدم، حالا امتحان نکرده بودم، ببینیم چطوره. اینقدر اسپیشالی گر این چه اسپیشالیه؟ یارش حالا ببینید این شاید خوب باشه. پیاز کاراملی خودمونه، خوبی از خودت. من میخوام آقا تست کنم. نه ولی چیزی میگم چیز خاصی نیست. آره ولی بدی نداره. من خب چیز همینا میخوام بگم نیست اسپیشالشون باشه و نمیدونم. آخه من واقعا توی یوتیوب و اینا تعریف این سوپ خیلی شنیدم، یعنی هم میدونم مثلا به بگرم گفتم او بریم مثلا فلان جا سوپ چیزشو بخوریم، سوپ پیازشو بخوریم. ببین نمیتونم به خودش امتیاز من بدم، ولی به نظرم واقعا بدترین سوپ عمرم بودم. از اینکه امتحانش کردم ناراضی نیستم، ولی هیچ موقع دیگه امتحانش نمیکنم. یعنی هیچ موقع دیگه توی اوردران قرارش نمیدم. ولی به نظرم من امتحان کردم، شما امتحان نکنید، چون پولتون رو ریختین سر داشکار. خب سلام مجدد، من برگشتم خونه و گفتم تا دارم میکاپم پاک میکنم، اولا بیام نظرم راجع به بیبی کرم 602 بدم که خب راستش خیلی راضی بودم، چون که من ساعت
ده اینا بود که از این کرم بود یعنی بیبی کرم استفاده کردم و الان حدوداً ساعت 11 و من فکر میکنم که خوب روی پوستم نشست و یه مورد دیگه این که یه جاهایش دیگه شد که احساس میکنم اشکال زدن خودمه و اصلا ربطی به کرم بود یعنی بیبی کرم نداشت. حالا من دوباره باز فردا تست میکنم. من قراره همراه شما یک سری ولاگ 10 روزه داشته باشم. قبل تر یه توضیح مختصری زمانی که توی کافه نشسته بودم و داشتم قهوه میخوردم یه توضیح مختصری راجبش بهتون دادم، ولی خب توضیحات تکمیلی رو الان میخوام بهتون. اینو اول بگم که میخواستم از امروز شروع کنم، ولی با توجه به اینکه من خودم نتونستم امروز رو به خوبی رعایت بکنم و اینکه از دیروز نیومده بودم برای شما توضیح بدم، گفتم که امروز بیام براتون توضیح بدم تا از فردا با هم هماهنگ بشیم. اگر دوست داشته باشین شما هم به من بپیوندین و این چالش 10 روزه رو با هم دیگه انجام بدیم. حالا این چالش 10 روزه رو بخوام به طور باز براتون شرح بدم، شامل 8 مورد که مورد اولش همون فستینگ بود که من بهتون گفتم میخوام فستینگ 16-8 رو شروع کنم. من از ساعت 9 قراره چیزی نخورم تا ساعت 1 فرداش یا 12 فرداش، حالا من به تب تا جایی که بتونم فست رو میکشونم و اون تایمی که میتونم چیزی بخورن میخوام اون تایمو لو کرب باشه، یعنی تا جایی که میتونم کربوهیدرات هم رو بیارم پایین. دومین کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام حداقل حالا تا زمانی که اینجا هستم، که خب اینجا هستم و نمیتونم یعنی تایم باشگاه رفتن رو ندارم، ولی تا جایی که میتونم حداقل 2 ساعت پیاده روی رو داشته باشه. اگر شایدم جوری باشه که اونجا باشم برم باشگاه که حتما خب میرم باشگاه و به جای اینکه 1 ساعت یا 2 ساعت پیاده روی کنم ترجیح میدم که اصلا اونجا باشم باشگاه. سومین و چهارمین چیزی که میخوام بهتون، سومین یعنی و چهارمین موردی که میخوام بهتون بگم اینه که کرم پود نزنم، روتین پوستیم رو رعایت بکنم. یعنی یه مورد هم میشه کرم پود نزدن که من خود از امروز شروع کردم و کرم پود نزدن، و دومی که روتین پوستیم رو هم صبح هم شب رعایت کنم. پنجمین موردم باشه این که خوابم رو تنظیم کنم، چون که هم خیلی روی پوستم تاثیر منفی گذاشته این منظم نخوابیدنم، شب دیر میخوابم از اون بر صبح زودتر زود که بیدار نمیشم دیر بیدار میشم، ولی خب چون عادت دارم که پرده کنار باشه و نور وارد خونه بشه ترجیح همینه که پرده کنار باشه و من از ساعت 6 یا 7 که آفتاب میزنه دیگه خواب سبک و بیکیفیتی دارم. برای همین پنجمین مورد رو گذاشتم تنظیم خواب. ششمین موردم اینه که روزی 2 ساعت درس بخونم، چون از روزی که اومدم دبی کاملا اصلا این 1 ماه هیچ درسی نخوندم، یعنی نه کلاس زبانم رفتم نه اصلا کلاس برگزار میشه، ولی خب من سر کلاس حاضر نمیشم چون اصلا تایمشو ندارم، یعنی تایمشو دارم ولی خب برنامه ریزی ندارم برای تایمم و بهتر بگم باید یه برنامه ریزی عالی بکنم که از فردا بتونم روزی 2 ساعت رو حتما درس بخونم که خودم رو به کلاس و بچه ها برسونم. هفتمین موردم هم این هستش که حتما میخوام قبل از خواب 10 صفحه کتاب رو حتما بخونم، مطالعه غیر درسی باشه که به آگاهیم اضافه کنه و اینکه فکرم رو قبل خواب درگیر کتاب بکنه، نه اینکه حالا من بخوام برم به چیزای دیگه فکر کنم قبل از خوابم. دیدین میگم مثلا فکر نمیذاره بخوابم، خب من اگر کتاب بخونم یا اصلا فکرم رو درگیر یک موضوع دیگه بکنم قطعا فکرهای الکی نمیاد توی ذهنم و خب من قبل از خواب به همون موضوع کتاب میشینم فکر میکنم قاعدتا. و هشتمین مورد و آخرین موردی که واقعا فکر میکنم تکمیل کننده تمام چیزایی که تا الان بهتون گفتم هم از روتین پوستی و کیفیت خواب و اینا، آب خوردن در طول روزه که واقعا قصد دارم در طول روز آب رو حداقل 8 لیوان کنم
و اونقدر که فکر میکنم نیاز بدنم هستش رو به بدنم برسونم. و خیلی دوست دارم اگر شما هم دوست داشته باشین اعلام آمادگی کنین و تو این چالش کنار من باشین. چه بسا که این چالش روی عزت نفس خیلی تاثیر داره. مثلا شما یه نظم یا یه دیسیپلین خاصی توی زندگیتون وارد میکنین، قطعا روی اعتماد به نفستون، روی رفتارتون، روی شخصیتتون شدیداً تاثیر مثبت میذاره. و من بهتون قول میدم که با این کارها و با دیسیپلین داشتن و با منظم یک روتینی رو انجام دادن قطعاً شخصیت فردیتون بیشتر از آنچه که هستید رشد میکنه. امیدوارم که با هم باشین. اگر قراره که کنار من ادعا بدیم توی کامنت ها برای من بنویسین دیگه. من روتین پوست شبم انجام بدم و برم بخوابم. شبتون بخیر. دانت من یا جانی ما ملون جبا جنن نها تاگا گذور گیمان نکیا جان.